سلام به همه شما همراهان خوب هویج، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویج. از مایکل جکسون در طول کار حرفه‌ایش در مدت 4 دهه یک میراث موسیقی جاودان با فروش حدود 750 میلیون آهنگ و یک سرمایه 2 میلیارد دلاری باقی مانده است. در 25 ژوئن 2009 مایکل در حال آماده سازی برای تور بازگشتی که خیلی ها در انتظار اون بودند به نام همین است، در اثر مصرف زیاد داروهای خواب‌آور و نارسایی قلبی در سن 50 سالگی فوت کرد. او به طرز مرموزی چند روز قبل از مرگش گفت آنها قصد دارند من را بکشند. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. طرفداران در سراسر جهان در شوک بودند، اما مرگ مارکل در خانواده جکسون تعجب آور نبود و این تصادفی نیست. یک ستاره بین المللی چند روز قبل از توری که تمام بلیط های آن به فروش رفته بود به طور غیر قابل توصیفی از داروهای خواب آور میمیرد. آیا این تصادفی بود؟ برای پاسخ دادن به این ما باید سرنخ های زمان مرگ مارکل را بررسی کنیم. نتیجه ی هر دو کالبد چکافی که در بدن مایکل انجام شد این بود که او از مسمومیت حاد پروپوفول درگذشت. پروپوفول یک آرام بخش قدرتمند است که برای بیهوشی بیماران قبل از عمل جراحی استفاده می شود. پزشک شخصی مایکل دکتر کنراد موری پروپوفول را برای درمان بیخوابی او تجویز کرده بود. اما طبق نظر متخصص خواب دکتر نادر کمانگر استفاده بدون نظارت داروهای بیهوشی جراحی خطرناک است. استفاده بدون نظارت از داروهای بیهوشی جراحی خطرناک است و نباید هرگز به عنوان داروی درمان بیخوابی تجویز شود. در ماه نوامبر 2011 دکتر موری برای قتل غیر عمد مایکل جکسون با تجویز مقادیر خطرناک پروپوفول مجرم شناخته شد. اما داستان اینجا تمام نمی شود. دکتر موری ممکن است به خاطر سهل‌انگاری مایکل را کشته باشد، اما موری توسط کمپانی سرگرمی AEG Live برای مایکل جکسون استخدام شد. آیا این یک اشتباه پزشکی ساده بود یا قول موسیقی AEG ربطی به مرگ او داشت؟ تنش بین ستاره پاپ و کمپانی ضبط او سونی حداقل در یک دهه قبل، زمانی که مایکل در سال 1995 آهنگ محبوب آنها برای ما اهمیتی قائل نیستند را منتشر کرد، شکار شد که یک حمله صریح به قدرت و نابرابری است که بسیاری از مردم آن را به عنوان یک انتقاد مستقیم به صنعت موسیقی و رفتار نامناسب آن با هنرمندان موسیقی تفسیر کردند. در سال 2002 مایکل این دیدگاه را زمانی که تامی موتولا رئیس سونی را شیطان نامید تایید کرد. شرکت سعی در از بین بردن آلبوم بازگشت او با عنوان شکست ناپذیر داشت. مایکل عملاً قدرت و بی‌عدالتی صنعت موسیقی را افشا کرد و در ژوئن 2009 داستان همان بود. در مواجهه با فشار سنگین برای آماده سازی برنامه های شرکت سرگرمی AEG Live، سلامت مایکل به سرعت در حال بدتر شدن بود. در سال 2013 خانواده مایکل جکسون علیه AEG شکایت کردند. وکلای خانواده جکسون ادعا کردند که در طول آمادگی برای تور همین است AEG سلامت رو به وخامت مایکل را نادیده گرفته و دکتر ماری را به پمپاژ مایکل با داروهای آرامش بخش تهدید کرد تا بتواند به تمرینات خود ادامه دهد. AEG ادعا می کند که مایکل کنترلی کامل بر روی مصرف داروهایش داشته که خود مایکل مسئول مرگ خود است. اما پروپوفول در عرض 40 ثانیه از زمان مصرف کار می کند. به این معنی که تقریبا غیر ممکن است که مایکل به خود دوز مرگ بار دارو را تزریق کرده باشد. آنها می خواهند من را بکشند. مایکل در صحبتی صمیمانه با پسرش پرنس به مدیرعامل AEG Live رندی فلیپس اشاره کرد. در محاکمه دکتر کنراد در نوامبر 2011 پرنس شهادت داد که شب قبل از مرگ پدرش در حالی که مایکل در حال تمرین بود رندی فلیپس او را ملاقات کرد و دکتر موری را به شدت تهدید کرد. روز بعد مایکل جان داد. کدام یک مسئول مرگ او بودند؟ دکتر موری، AEG یا خود ستاره پاپ؟ ما ممکن است هرگز نفهمیم که چه کسی به مایکل این دوز مرگ بار پروپوفول را تزریق کرد. شاید تنها دلیلی که میتوانیم برای مرگ مایکل بیاوریم این است که او زندگی خود را به سرگرمی دیگران اختصاص داده بود و در نهایت صنعت سرگرمی بود که او را کشت. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که نظرات خودتون رو در قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو را لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.